سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم براتون امروز یک از بچه‌ها رو بردم که در واقع فن پیج منو هندل میکنه و از کسی... یعنی من چند تا فن پیج داشتم بعد یه مسابقه گذاشتیم که حقیقی کی بتونه یه چیزی حد بزنه بهش پول میدیم پیش نتون نتونست حد بزنه گفتم که خیلی خوبه که کسی حد بزنه پول میدم به فن پیج حقیقی خوب آپریتش کنه بعد کسی که این باشتاد میکنیم حسین برنده اون داستان شد به خاطر شعور و پشت کار و هنری که در واقع توش هست و بخواد برای من اوورد وسط من خیلی اپریشیت میکنم خیلی تشکر میکنم و دیگه حسین یه دونه خب رو پیشنهاد داد که خیلی دوست داری به توی که پادکست ها خب دیگه همه میدونیم چرا در آرزو بود تا پیشنهاد ایجون قربه دارم من شنید جدن خیلی تو میکروفون صدام زیاد میاد این چیز رو کم میکنم تیک صدا رو کم میکنم اگه بده به تو کامنت ها بگین که زیاد کنم شهرمند ما مسئول ساوند نداریم آقا من امروز یه بچه های ها سه کامل گشته بودم من داشتم میخونم یه ویدیو با قلندر ادیتور قدیمی که گرفته بودم بچه میگفتن که مثلا چرا با یه آدم مثلا جوون گرفتی چرا با یه آدمی که مثلا خیلی حالیش نیست گرفتی فلان یه مثلا مثلا کلا میگفتن جوون مبون نیاد تو داستان آدم مثلا سمبالا بیا که یه چیزی داشته باشن من خودم قبول دارم اینو خیلی هم باحال میشه این اتفاق بیفته ولی ات the same تایم من دارم اینا فکر میکنم که شما فکر کن من خیلی دوست دارم که سایده یه آدم جوونو بشنوم مثلا همون که قلندر اومده بود اگه به کامنت ها رو بخونی همه دارن بهش فوش میدن که قندر بیشور نمیفهمه ولی آخه اصلا بیشتر فنه شما تو همین رنج سنی همینو میگم من میخواستم مثلا اون کسی که شاید مثل قلندر فکر میکنه به خودش بیاد مثلا میبینه ببین چرا من احمق به نظر میاد وقتی مثلا این نظر رو تو مغزم هم. برای این میانمش یعنی اینجوری فکر که مثلا هر رو بی کسی میاریم یا مثلا برای اینکه فقط حال بدیم به یارو میاریمش اینجوری نیست من اون رو عقص میارم که مثلا ببینیم یه آدمی که مثلا خیلی نمیدونه چیه که نمیدونه چرا اینجوری فکر میکنه واسه اینه واسه همین آروم باشین <تصح> قاطی نکنین دمتون گم خب پس این جون بگو امروز داستانو تو میخواستی بگی که دازه به چیه اول من اول تو همه تبریک میگم ایده من پس حالا ریاضیه با نمیدونم با ولی مامان کدوم امام داده به کدوم مام <تصح> <تصح> که الان زایده داد عیدش کنیم <تصح> من از محسا مرحوم یه تشکر بکنم چون من قبل از محسا خانوم همه حرفمو نمیزدم یعنی یه خورده رایت میکردم بعد از محسا خانوم من دیگه کامل کامل او رایت رو را کنار یه دیگه خود خود خودم شدم مثلا این ایراد دیگه به دین و فلان و اینا بی احترامی میکنم آقا من قبل از اینکه کلا الان مثلا یه سال این اتفاق داره میفته که اتفاقی؟ سوبر بودم مثلا از این حالت من اصلا حرف نمیزم خیلی آدم در گرایی بودم تا با کسی حرف نمیزم یعنی مثلا هر کی منو از دور میدی یعنی مثلا این پیغمبری چیزیه درسته باشه در نمیاد پیغمبر که یک زب زر میزده اون زهر میزده مینه بشته میگفته بقیه هم روزی پنگ بار تکرار کنم اصلا پیغمبری نبوده کار داداش از نهی مثلا ما اون بابا میگیده میگفتن فقط با این بگر میمایه منم اونا بودم بازشو بخوای باید چی دیگه تا اینکه چشم به شما خورد توی تو دیگه کلن یه حسین دیگه شد همه چی یعنی از اون لفظایی که شما از شما استفاده میگرم دور میخوری یا کلو یه چیزایی دیگه کلن سب که عوض شد یعنی فقط لفظ چون آخه میدونی چیه آدم مثلا وقتی مثلا نمیتونه کاری بکنه اصلا حرف نمیزدن بعد من دیدم مثلا این این لفظی که استفاده میکنم من میخندم. می‌خندم چه با مثلا با از زمانی خیلی اعتماد به نفس خوبی گرفتم چه خوب خوشحال میگی از اونجا هم بعد چی شد که با فن پی زدم اینا بعد یه دفعه همون ویدیو اول یعنی تا ویدیو اولی دیدم هم فکر کنم اشتباه با سفر بود ویدیو اولی که سفر با... بار گذاشته بودیم <تصف> خیلی خوب <applause> بود اونی که دیدم اومدم به شما مسیج دادم گفتم خیلی با تاقیق سویل پیج خودم با پیج خودم گذاشته بودم بعد شما نوشید لوتو من گفتم چقدر این باحاله چقدر این خفنه <applause> خاک بر سرم مرد دیگه چل ساله از مونده بودم چرا چرا این همچه اتفاقی داره بعد همون سریع یه دونه از بعد من خیلی خنده بودم و خیلی خندیده بودم با همون ویدیو دیگه واسه تون پیدا پیز دادم همون ویدیو اول درمدگرم درمدگرم آره خلاصه من ویدیو ها رو زدم بعد این در کردم بعد واقعا هم که سیو این مدلی باشه تو همین یوتیوب فارسی و اینا اینو برام توضیح میدی خیلی نه من میگم یعنی میگن که ما نریم کسی اینطوری باشه اینطوری یعنی چی چون من خودم نمیفهمم مثلا, مثلا چه میدن فوشموش میدن ولی مثلا خود واقعیشون نیستن واسه میخوام یکم ببخشید من خواهی مالی کنم خواهی مالی فن و اینا رو کنم مثلا میخوام بگن نه ما طرف مردم ولی شما خیلی راحت صحبت میکنید اینه که مثلا با شما فر... هم شما شما با فرق میکنید اینه دوستان دیروز با سوهل ویدیو میگرفتم سوهل پرنک بعد اون میگفتش که فقط تو تطلوی ریختی دقیقا گفتم <تصحیح> خاک کسا یکم هم ساما ویلسون اگه بشتاسیدش ساما ویلسون هم دقیقا این یکی از رفت من. سامانو من آخرین باری که دیدم تو خونه عیرزا بود بعد کوچولو بودیم مثلا من 20 سالم بود مثلا من 23 سالم بود اونا 21 سالشون بود بعد برای من خیلی کوچولو بودم منجی بودم من که با اینا حرف نمیزنم او. و یادم ما نشسته بودیم من و امیر حسین و امیر حسین شده این برای سالن علیرضا و سامان و مهران و همه بقیه اون نشسته بودن بعد خیلی جالبه مثلا شخصیت این مدلی بیشتر هیت میشن ولی شما هم جوری... مثلا همین سامبیلسونی که داری میگی سامبیلسون دقیقا شخصیت همین تسلیو داره ولی همیشه داره هیت میشه ولی شما همیشه داری محبوبتر میشه، میشی اینم دوست اینو خودم هم نمیفهمم یادم هم هست یه دفعه سپر تلفنمو گرفت یعنی بعد از شام گفتش که سوه الان کلی فوشموش میخوری نه بعد گفتم که نه تو فقان همه دوستم هم دارن بعد گفت نگه بابا بعد گفتم که بیا نگاه کن بعد تلفنمو گرفت بعد مثلا یه ده دقیقه تو تلفنم اینجوری مسیج رفت بالا پایین بعد مثلا چند نفر آدم دیگه هم اونجا بود که مثلا همه بالا چند 500 هزار تا 1 میلیون فالوور دارن بعد اینجوری رفت بالا بعد گفت آه هیچی به این فوش نمیده بعد یو همه اونا ستوی بانش نگوندن که یعنی چی مگه میشه بعد به خدا بیا نگا هیچ بهش فوش نمیده بعد همه براشون عجیب بود میگه آقا من آدمای مهربون مثلا یارو قضا درست میکنه مادر مثلا قضا درست میکنه به اون فوش میدن دور چرا فوش نمیدن گفتم نمیدونم به خدا خیلی خیلی جالب برای خودم یعنی برای هممون عجیبه که چرا این اتفاق میفته آره بیشتر شخصیت های مدلی فوش میکنه تا اینکه فهم پیدا کنه آره خیلی عجیبه خیلی عجیبه واسه همین تک تک دول 19 هزار تا میبوسم 19 هزار تا شد من این مدت طولانی بود من منتظر 19 هزار بودم رست ما رو کشید تا به 19 هزار برسه ولی باز دمتون گم ایشالله گل ودی رو بزنیم مثلا 30 هزار و 30 هزار یه جایزه مایزه چیزی بزنم چون که میخوام خوشحالی رو شیعر کنم در واقع بعد خب. همون سویلین من سوبر بودم مثلا شما خودت خب بیشتر تجربه داری مثلا این کسی سوبره نه دختری طرفش میره مثلا من قبل از 18 سالگی یعنی قبل از اینکه مثلا این لفظ رو بیام این مدلی صحبت کنم هیچ کیستم یعنی مثلا قبل از دختر قبل از 18 سالگی صفر تا دختر کلامی نداشستم از 18 هیج... من 19 سالم از 18 تا 19 20 تا دخترم داشته یعنی اینکه تو مثلا فام باشی و بتونی فقط یه حرف واسه گفتن داشته باشی خیلی تاثیر داره هم تو روابط با دوستات با تو دختر اینو من از شما خیلی خوب یاد گرفتم چه تو یکی از ویدیو خواهش تو یکی از ویدیو هم میگی میگی که همه من میگفتم مثلا چرا تو بهترین سنی 16 بود بوده سلیگی بهترین سن بعد من یه سی میدونم که من من دقیقا همینو تو زنی میسته بایم این یعنی همون اولین ویدیوی که با من اینو گفتی یه من همون فرمونو گرفتم بس بزنید بگم کسی نشیده من چیزی که به گفتم گفتم که من خودم وقتی کوچیک بودم 15 16 که رسیدم هر کی می رسید به من میگفت گفت چند سالت وای بهترین ساله زندگی تیم 5 تا 6 سال حال شو بعد که هیچ وقت اتفاق نمی افته. بعد دفعه 10 تا 20 که به من گفت گفتم آقا نمیشه که اینا کسخل باشن چطور به من بگن حق دارن چیزا میگن یه میدونن دیگه و یه چیزی که اگه توش باشی نفهمی دیگه نمیتونی کاری بکنی چون میگذره واسه همین کسایی که بین 15 تا 16 یعنی 16 تا 26 بهترین سن زندگیتونه تنها پیشنهادی که میکنم خیلی ازتون خواهش میکنم آقا جون دوست دختر نگیرین دوست دختر داشته باشین برین بکنین بپاشین خرجش کنین براش کفش گرون بخرین من کاری ندارم قلبه رو بهش نده پول تو بده کون تو بده دولتو تو بده همه رو بده ولی قلب نده ببین داشتم دخواه از داشت جمعه فکر میکرم. ببین اگه اشتباه بگو اشتباه میگی قانون دیزاین شده واسه مرد نه واسه زن حالا پوینت من چیه من اگه الان زنگ بزنم به نه خانومم اگه من یه چک بزنم تو صورت خانومم هم... خانوم من زنگ بزنه به پلیس بگه این من چک زده پلیس پنج نقد منو با خاک دستمن گلی میبره بیرون یعنی اصلا بفرمایید تو ماشین هم نه مادر تو سرویس زن رو دو همون دختر از فیزیکی نمیتونه تو رو بزنه اکثریت ها 90 درصد موقع ها مرد غلبه میکنه روی خانومش خانوما چهجوری مادر مردم میگن با منطق کیری و بحثای کس و شر خب یعنی مثلا میگه که من دیشب میگه تو دیش میگه تو به من مثلا مثلا میگم تو واسه من گل نخریدی بعد تو میگی من برای دیروز گل خریدم بعضی خانم بعد نمیگه بگه او راست میگه حواستان نبود ببخشید حالا یه گل خریدی تو 6 سا... ماه گذشته قبل از اون که خریده بودی واسه همین زنا تو رو منتالی میگن مردا زنا رو فیزیکلی میتونن بگن چون ما اونجوری منتالی مریض نیستیم و اونقدرم قوی نیستیم که بخوام خار زنا سرویس کنیم منتالی هم بد میگن همین میگم بعد من نمیتونم زنگ بزنم بزن مثلا پلیس بگم آقای پلیس من, من از زنم شاکی هم. زنم میگه من گل نخریدی به من دیروزش گل خریدم بعد پلیس میگه آره مادر قبر من نرنشو میگیم بعد بیا اینجا زن منو ببره تو گیل دستم بزنه ببره بعد بگه چرا زر میزنی علکی وقتی وسط گل خرید تو میگی گل نخریدی و اونم میگه آه ببخشید گوه خورم دیگه نمیکنه فلان بعد بیاد بیرون بعد دیگه نکنه ولی این اتفاق نمیافته. مگه زنگ بزنم به پلیس بگم پلیس میگه مادرت تو سگ بگو گوشون اون قطع میکنه ولی اون اگه زنگ بزنه بگه من مادر مغزین گاییدم بعد دیگه چون از دو صدش دیوونه میشد شک زد تو گوش من میگه هنو گوه خوبی، بیاد دهن سرو سر سرویس کنی بر همین رابطه مرازت اصلا مساوی که نیست چی کاملا به نفع زنه حالا اگه تو اینا یه خورده متفاوت باشه و اینا شاید بیرون یه خور متوجه بشه ولی توی خونه ها تقریبا همیشه همینه یعنی من وقتی رابط های نزدیک رو میبینم همیشه زنه داره خواهر من داره سرویس میکنن نظر مغزی مردم داره زندگیشو میکنه یعنی مثلا داره کار میکنه زنی میکنه زندگیشو بهتر کنه اینا ولی خانوم ها خیلی شخصی تر فکر میکنن خودش واسه مهم ها بچه هاش مرده به عنوان یه حمال اونجاست کسی که بعد پول بیاره غذا بیاره زورش زیاد بشه. یه یعنی بابام چند خیلی به هم جالب بود گفت من تمام زندگیت مامان تو لوس کردم و ما همینو به چش دیدیم دیگه من مامان من تا حالا یه بار مثلا چمدون تو فرودگاه بلند نکرده یه بار تا حالا مثلا آشغال نورده پایین یه بار تا حالا مثلا ریس سنگی از خونه بلند نکرده همه اینجوری ان آره میدونم بعد بابا من اصلا بالا شده 85 سالش دیگه نمیتونه سری کارا رو بکنه واسه همین کمک لازم داره بعد به مامانم کمک خواسته مامانم همه کارا رو داره میکنه یعنی مثلا میرم مصاحبه یا چهار تا چمدون بلند میکنه میذاره زمین مامانم از بابام 15 سال دارم 17 دا دا سال کوچیک تره چیز بوده بچه باست... باز بوده به خدا مرتی که 40 ساله رفت بچه 17 ساله گرفته من نمیدونم چی فکر میکرد یعنی هر روزی که فهمیدم بلند شدم اینجا بایستادم بودم همه گرم بابا <applause> اون موقع داشتی تعریف میکردی با ما رفته خواستگاری ما هم بزرگم ما هم بزرگم رو بگیره بعد دیده که زایست شوهر داره گفته خب بچه اوله بده دیگه بعد خلاصه بعد بابا من داشت بهم میگو میگو پشمام ریخته من پنجاه سال ماما تو تکون بخوره الان همه کار داره میکنه خب مگه این پنجاه سال جلوشون رو با زور که کار نکن خب من نب... لازم نبود توی فرود حرف چهار تا چند دون بلند کنم دو تا اون بلند که دو تا من راحت می‌رفتیم میومدیم هر خواستیم می بریم تو خونه من نباید این کارو میکردم اون کارو میکردم که همه‌رم درد بگیره فلان کنم روغن ماشینو رو من بعد عوض میکردم ما من برو عوض کن پشمای بابام ریخته یعنی کسی که تو تجربه بوده و فقط به مامان حال داده و این حرفا و ما خونمون کارگر داشتیم آشپز داشتیم اونم راننده داشتیم خیلی چیزا داشتیم که یعنی مامان من رفاه کاملو داشت با این حال بابا دو تا آشغال نمیذیش ببره بیرون مثلا اگه شب چیزی باشه مثلا مسافر چمدو دست نزن نه ما اون من خب من هم جو وایم شده گوشه بابا من بود دو چمدو رو برد خب منم اینو یاد گرفتم منم این کارو با دوست دخترم میکردم هیچ کیم از سواری بعدش نمیاد دخترام ماشاءالله هنرمندن خب این یک دو دخترها وقتی که مخ تو میزنن عزیزم آی لاوی من بدون تو خوابم نمیبره اصلا دستای تو رو که میبینم گرم میشه بدنم تو که مخ تو میزنن دیگه هیچ احد و ناسی نمیتونه مغز تو رو عوض کنه یعنی خودت میفهمی داری به گام میری ولی میگی نه 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 من من آدم کیجم من کاری کردم یعنی مامان دختره بیاد بهت بگی آقا دختر من تخمیه داره تو رو بیناموس میکنه تو باور نمیشه تو میگی نه واسه همین اینو قبل از اینکه به گابری فقط میتونی جلوشو بگیری چون اگه بری توش دیگه نمیتونی بفهمی اتفاقا داره سرت میاد میگه اوکی دیگه من عاشقم باید بمونم فلانم شو میخوای برنامه ریختن و بچه اون چی میشه و کجا میخوایم با هم زندگی کنیم و او اگه تو مثلا چه میدونم آرکیتکت بشی منم آجر بزار میشم با هم دیگه خونه میسازیم شروع میگی تو توهم معام دیگه نمیتونی درد بیاری هیچ کی نمیتونه درد بیاره هیچ کسی دوستاد. حاضری همه رو دست بدی دوستاتو میذاری کنار مام بابا تو حاضری فوش بدی از خونه حاضری بری بیرون زیر مثلا پل بخوابی خونه نباشی ولی به خاطر دختره خب این وقتی میبینی به چش هم... نکن بگو بگو این که مثلا بیشتر دخترها میگن مثلا میگن من از پسر معدب مثلا اینکه پسر دلش صاف باشه دلش پاک باشه اینا خیلی خوشم میاد من 18 سال تو زندگی این مدلی بودم هیچ خری سمت من نمیاد دروغه نمی ببین یه قانون بهت میگم به جون مامانم 90 درصد موقع کار میکنه هر چی دختر بهت گفت 100 درصد برعکسشه اگه گفت من امشب دارم میخواد بمونم خونه حال کنیم میخواد بره بیرون اگه گفت امشب سر کنیم حتما بریم بیرون میخواد بمونه خونه اگه گفت من خیلی خوشحالم که با تو هم منظورش اینه که خیلی آدم کیری ازت متنفرم ببین باورت نمیشه این تا کجا درسته یعنی واقعا شاید حرف من نمیتونی بفهمی هر چی دختران میگن برعکسشه یعنی اگه مثلا بهش بگی سوشی میخوای بگی آره خیلی دوست دارم داره به خاطر تو هم میگه چون اگه دوستش میگه اوکی ولی اگه بگی خیلی دوست دارم داره کس میگه دوست نداره ولی میخواد به تو حال بده بعد سه ماه دیگه بهت میگه کسکش من به خاطر تو سوشی خوردم <applause> که اصلا دوست داشتم تازه بهت گفتم دوست دارم تو به خاطر من نمیای این کارو بکنی بعد تو میگی چی من فکر کردم به تو حال <applause> میدم من نمیخواستم خودم سوشی بخورم خاطر تو گرفتم ولی این به جور مامانم دارم میگم یعنی باور کنی من بعضی موقع صبح نه برعکس دقیقاً برعکسم من یه روز صبح النا خوب بودم چون گفت سوال خیلی تو رو دوست دارم گفتم ای وای چه گویی خوردم که من بعدش میاد خب بگیم حالا شما بگو همش من با زنم تو بگو من حرفای تو رو بشنوام میگم چه تاثیری من رو زندگی تو گذاشت اینو من خیلی روشونم این حرف تو تا همین که گفتی تا از می, می تو میوی اونو بخو. اون میوی تو رو بخوره اینا رو من استفاده کردم ولی خب یه جایی باز نمیدونم داستانشه ولی خب یه جایی آدم دلش گیرونه اون نمیدونم داستان که یه جایی آدم دلش گیر می‌کنه من به قول شما با 20 نفر رفتم یعنی از مثلا از 18 ساله یعنی از پارسال تا الان با 20 نفر تو دیت رفتم یعنی مثلا با هم دیگه دوست بودیم خیلی از این داستان داشتم ولی خب بازم یکی تو همین چند بودش که واقعا مثلا نمیدونم یه حس جدا داشتمش آره بش بهش میگن کی را چق کرده دلش اینه فقط خب چرا رو قبلیه نمیشه چرا رو نفر قبلی نمیشه ببین دلیلی که میگی توی کتاب خونه قسمت فیزیک 5 تا کتاب داره قسمت ستاره شناسی 5 تا کتاب داره قسمت روان شناسی 2000 تا کتاب داره دلیلش اینه که ما نمیفهمیم روان شناسی چیه هر خری یه حرفی میزنه چند نفر قبول میکنن میشه یه کتاب برای همینم اینجوری. وگرنه جوریه نگه یه قانون بود که آقا اگر برینی این اتفاق میفته اگه گل بدین این اتفاق میفته یه کتاب می نوشتن گفتن مغزینه واسه همین چرا تو یهو شق میکنی واسه یه نفر رو ما نمیدونیم ولی میدونیم که به خاطر اینکه میخوای بکنی فقط چون مغزت میگه که این بهترین کسیه که میتونه بچه منو بیاره حالا یه سری آدما رو بزرگی چش انتخاب میکنن یه سری آدما رو بزرگی ممه انتخاب میکنن یه سری آدما رو همش هم تاثیر داره وقتی معمه گنده تر باشه بیشتر میتونه شیر بده تو قدیما خب اگه بیشتر آدم شیر تولید کنه مطمئن که بچه زنده میمونه اگه بزرگتر باشه بچه رو میتونه بزاد اگه کونش کوچیک باشه امکان بچه توی موقع زایدن بمیره این همه چیز مال هم قدیمه الان همه رو ما حل کردیم ولی تو دی ان که حل نمیشه چون تو دی ان ای مثلا 5 سال 10 سال 200 سال 200 میلیون مل... سال یا طول میکشه که این اتفاقا بیفته 10 میلیون 20 میلیون 200 میلیون سال طول میکشه که این اتفاقا بیفته که تو دی ان بشه و همین یه دونه بچه جوق به دنیا میاد بعد از یه ماه شروع میکنه پرواز کردن بدون که کسی بهش که پرواز چیه ام ما هم خودمون رو خیلی رو ادوانس کردیم ولی نمیتونیم با دی ان ای اون رو نمیتونیم عوض کنیم چون دی ان ای اون دی ان ای دیگه واسه همین توی حسین انسان ده هزار ساله درست شده حسین حیوان دو میلیارد ساله داره درست میشه حسین حیوان خیلی قوی تر از حسین انسانه پس اگه حسین حیونی رو شک کنه میگه من میخوام اونو بکنم تو دیگه نمیفهمی چی شده تو نمیدونی چرا الان شک کرد اون دختره دوباره میگم دلیلش متفاوت میتونه باشه هزار بوش میتونه باشه نوع رفتارش میتونه باشه قدش میتونه باشه چش... سفیدیه سفیدی چشش میتونه باشه سایت چشش سایت کونش سایز ممش و همه اینا هم به خاطر بچه‌ست و به اینکه تو میخوای این در واقع آب معنا بهش میگن منی منی آبه منی تو میخوای در واقع بکنی توی اون آدم که حاملش کنی دلیلش همینه یه چیز کمیکال تو مغز داره اتفاق میفته تا وقتی که تو اینو نمیدونستی قبول یعنی که نه ولی وقتی که میفهمی دیگه نمیتونی بگی من نمیفهمم مثل اینکه مثلا میگی آقا چرا من مشروب میخوام نمیتونم صاف را برم خب آقا این چیز مشروبه وقتی قرار صاف را بری مشوب نخور دیگه چرا میخوای تستش کنی هر خارکسته ای که تست کرده مشروب خورده تلو تلو خورده وقتی به مسیح فاک فاک رسیده چرا فکر میکنی تو فرق داشته باشی اینم هم همینه وقتی همچین میفته خودتو فیزیکلی با خود حرف بزن بگو حسین اولاق نکن این کارو با من میدونم شک کردی واسش اوکیه و وقتی خودت اینو بفهمی دیگه نمیتونی اسکلشی چون خود میدونی بعد اون موقع دست پیش میگیری تو چون آخو اصلا این با تایم هم اوکی میشه ولی خوب... <تصفح> با تایم همیشه <تصفح> اوکی میشه اصلا اصلا همین پروفشه که فقط تو مغزته دیگه چون یه دونه حرف چالشی میزن خیلی قشنگه میگه واسه هر خوشگل ترین دختری تو دنیا یه مردی هست که از کردن اون دختر خسته شده <تصفح> این حقیقته خب یعنی اون دافتنی دختر هم که تو میلحلم یخی میره خونه شعر وای باز این خب وقتی تو اینو میدونی وقتی میبینی خب من که تا حالا مثلا دو خوشتن دو خدونی دست من نبوده ولی وقتی این بازیگرا رو میبینی پول و ش... مشهوریت و اینا دارن بعد میره مثلا یه مدل فلانم میگیره بعد از یه سال مثلا نه ده سال بعد از یه سال فوش و فوشگاری عکس شیشه خونه شکسته میان بیرون و معنیش چیه معنیش اینه که آقا حالش ببر تا وقتی که هست خودتو نگاه به خاطر حال شیش ماهد. بفهمین کار کوسه 6 ماه تمام میشه نه 6 سال تو تو سن 16 سالگی نه باید 6 سال تو به گاو با واسه فاکینگ دختر واسه همین برو به خود برس بابا چرا میخوای کار دیگه برسی <applause> خب ادامهشو شما بگو من دیگه میخوام 5 دقیقه حرف بزنم ببینم تو چی میخوای بگی چی خلاصه ما این طرفی هم که دارم به شما میگم یعنی از بچگی من میشناسم اینو ولی خب نمیدونم داستان چیه موقعا بهتون گفتم مثلا کلا مثلا دو هفته نمیدونم مثلا دو هفته نه غذایی میخورم درسته بی نه, نه خوراکی درست بی داشتم مثلا این داستانش نمیفهمم چرا ریجکت کرده بود دو... بهش گفته دوست دارم جواب نده بودی اصلا رود نشده بگی یه, یه حالتیه که مثلا با طرف فامیلمونه میفهم این <تصفح> مدلیه بعد من خودم مثلا به همه دوستان هم. که مثلا به من میگفت من با فامیلمون میخوام چیز بشم من گفتم تو کسخلی یه درصد هم مثلا من همچین بلایی فکر نمیکنم سر خودم بیا مثلا <متحد> برم با فامیل چیز بشن خیلی ست تو ذهن من بود نه اوکی فامیل بکنید فقط نریست توش دیگه حاملش نکن حالش رو بچه که نه <متحد> من من, <تصفح> من چه خودم با فامیل بر رفتم هم پسر هم دختر <متحد> آره. بوده. آره اصلا با پسر شروع شد و دیگه گفتم آقا ما پسر فامیل هستیم دیگه دختره که دیگه بده دست نزنیم اتفاقا بابام هم اومد تو اتاق چقدر زایه بود همون سویل من یه سی واسه تعریف کنیم عشقت واسه هم در بیاد من من دوازده سال درس موندم خب برم دارشگاه مخصنی کنم بعد دانشگاه دولتی قبول شدم ولی دانشگاه دولتی پسرونه یعنی <تصحیح> از در که میگی تو نکه فقط تو درم در در باشه کل دانشگاه سیبیله یعنی یه مهنس اونجا نیبین یه من میدم سیبیل میبینم برمیگرد خیلی دزدیه خب پس ما که نیا اخلاق در عوض شد شروع کردی که پرو شدن و جو گفتن و بعد دیدی مردم پا میدن بعد الان تو چه وضعیه الان که اصلا بسه مخصوصا اصلا اینستا اینا بهتر... به بهترین به بهترین ما آدم تو تو اینستا بزنه من یه دختره بود خیلی داف بود یعنی اصلا من تو زندگی من فکر نمی به من پا بده. بعد من بهش پی ام دادم اول بعد اون فقط یه خندید و گفتم آدم کسخل نیست بخنده ده. یه داف بخنده ده. یعنی یه چیزایی هست بعد من پیشو گرفتم بعد دوباره چیز کرد بعد اول اون که اصلا معلم نمیداد و سی جواب نمیداد م مثلا متولد 78 متولد 82 بودم اصلا نمیخور چهار سال از من بزرگتر بود تو اون تو 82 بودی و 87 یا 77 اون 78 بود آها 78 82 بعد اون که اصلا به من محله میذاشت و اینا آخر سال مثلا اون به من اصرار میکرد نه تو رو خدا بمون تو خیلی بامزگی خیلی فلانی بیساری یعنی همچین داستان شد کسی که مثلا دوستاش یه همچین دوستایی پیش من. و تو این خیلی راحت میشه مخت یعنی تو دو تا کلمه بگی که طرف بخنده نصف راه و رفتی به نظر مهمترین چیزی مختنی اینه که طرف بخنی یعنی حرف باسه گفتن داشته باشی آره کلا سپرایز کردنشون لغتی خیلی بهشون حال میده حالا من نمیدونم چرا اگه مثلا بتونی یک کاری کنی بخندن اصلا پاره میشن این دنیا از این رو به اون رو میشه این رو خیلی بال ما اون زمان که تازه مثلا ما یه دوست داریم اون مثلا تازه مثلا ماشین و اینا تو سن ما هم کسی ماشین نداشت مثلا اینجوری بود که انگوبای نامه نگرفتن و اینا ماشین دستشون نمیدادن من این دوستم خیلی باباش رو ماشینش حساس بود بعد ما روز بارونی هم بود بعد ما به بدبختی مثلا می میزدیم چقدر ماشین با دیوار فاصله داره که مثلا موقع پارک چیزی نشد باباش نفهمه به بدبختی ماشین رو کشیدیم بیرون دفعه دیم بارون گرفت بعد بارون هم بگیره معلوم میشه دیگه آره کسی میشه بود آره بعد ما چیکار کردیم یه نگاه من به اون کردیم نگاه من کرد گفتم ببینیم دو تا را بیشتر نداریم یا سه چهار ساعت اشغال کنیم بعد بذاریم سر الان بذاریم سر جاش بعد بفهمم منم خیلی دوست داشتم بریم بیرون اینجوری گفتم که اول انتخاب کردم <تص> <تص> بعد بعد <useful> هیچ <تص> ما رفتیم بیرون و بعد من آخر سر گفتم ببریمش کار باش بعد همون صحبه کار باشی چی گفتم من بهش گفتم اگه میشه لطفا زیاد تمیزش نکن یارو همینجوری مونده بود یارو میگم ما کم و زیاد نداریم نداریم وای چقدر فانی به کاراش بگی خیلی تمیزش نکن اصلا اینو بعد کامیدی کنی به کار باشه ماشین میگی آقا خیلی تمیزش نکن قیافه یارو بگیری بعد شاکی این خیلن. که خیلی تمیزه برق میزنه گوشش گفتم خیلی تمیزش نکن بعد ما خیلی قیافمون جدیه واقعا خیلی تمیزش نکرد خیلی حالا فهمید بابا یا نه 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 فهمید ما ساعت ما خل... ما وجب میگرفتیم که مثلا باباش نفهمید من ماشین بابام ما بیرون والا من خیلی جالب بود بابا ماشین به من نمیداد بعد امیر دوست نمیمی ماشین میگرفت اون همیشه چیز داشت اون همیشه اون همیشه ماشین مامانش ماشین رو میگرفت بعد میرفتیم بیرون اشغال میکردیم خواهر رو هم گایده بودیم بعد من سر شاکی بودم که بابا مثلا یک سال مامان مامان امیر داره میده تو بده دیگه بعد بابا هم نمیداد بعد یه دفعه شمال از تهران تا شمال هر سلوه گفتن بابا ماشین با ماشین میدی و گفت نه که تو ثابت کنیش که دهنشو بگم خب من تالی این کار باشتن کردم من. بعد خوب. وسط راد یه کسخولش زد بالا یعنی میگفت بس دیگه نگو نگی دهنشو تو سرگیس بعد دوست ساکی بابا, بابا. ماشین رو میدی خب این قشن منتالی بابامو داغون کردم بعد دیگه مثلا سه ساکت ماشین بودیم دیگه کم بود. گو آره میدم این مولانا گفت بابا بده دیگه خب یه ماشین گایدی ما رو ریدی تو سفرمون بده ماشین شو ولمون کن دیگه خلاصا ماشین رو گرفتم و توی دریا کنارم بودیم اویلا اومدم بیرون گفتم بریم یه دور بزنیم دم چیز دم ساحل بعد دم ساحل که رفتم یه دونه میری دور میزنی برمیگردی یه دور بگردونه من که رفتم اونجا یه پلیس به من گفت بزن بغل من که خب کوچولو بودم و تصمیم داشتم پام گوشم رو گاز فرار کنم اینجا چون همون لحظه ای که ساحل خیابونه شن و اینا بود و من چرخام چر... چرخیده بود ولی ماشین داشت صاف می‌نفت هنوز بعد که یهو رفت تو خیابون خود به آسفالت یهو با سرعت دیوانوار چرخید به چپ رفتم تو این جدول وسط ماشین بلند شد خورد اون وسط بعد پلیس دو شوکه دویدن طرف من و من دور زدم تو دنده از جدولم رفتم بعد فرمون ماشین برعکس شده بود اینجا که نیسان پاترول بود نوشته بود نیسان این برعکس شده بود این وری بود فرمون <applause> و من خود نیا کردم خب بچه بودم این گفتم خب شاید مثلا همه ماشین ها صاف نیستن من مثلا اون که نمیدونم که شاید مثلا ماشین ها همیشه اینجوری بوده ماشین برعکس میرفتی صاف میرفتی یعنی ماشین صد اشتاد برعکس میرفتی صاف میرفت خب رفتیم خونه و دیگه من هیچی نفتم روز آخرم بود داشتیم میرفتیم فردا بشه. این شب تا خب فردا صبحش میذیم آقا صبح باهاش وسایل جمع کردیم و بابای من با, با آدم باحال داستان بود همیشه بچه ها تو ماشین بابای من بودن موزیک خودمون رو نشون اون کاری نداشت مع با توادم نمیزد ماشین دیگه همه دود می اومد ازشون بیرون که صفات کاری بابای من اون پاکیزه بود بعد داشیم رانندگی میکردیم و با اون جوش فرمان گفتوش نگاه میکرد بعد یه فرمان نگاه کرد بعد با سوشک بخشک بخش حرف زدن بعد خورد سنجوری که بعد فرمان این کرد بعد یه بچه چیکار کردی با این ماشین؟ هیچ هیچی با 20 کیلومتر خوردن به جدور. و خواسته زدیم بغل و رفتیم پیش مکانیک یه آهن زیر پاتو به این کلفتی این 90 درجه چرخیده بود بعد یارو مکانیک میگفت مینیمم سرعت 90 کیلومتر باید باشه که این بوده. من نمیدونم بیشتر بوده ولی مینیمم 90 یکی از دوستام بود آره شده میگفت ما نه 20 20 که خاطر دندقه بود 20 خای عددی به با 20 <applause> بابا میگفتش که همال هم خب اینا رو باید بگی اگه مثلا مثلا راه فرمان کار میافتاد پرد میشدیم همه میمردیم چی پس جواب بود که دایوس تو که 50 سال راه رانندگی میکنی چجوری نفهمیدی فرمون 880 درجه چرخیده تو که نیسانو نیسان رو برعکس نوشته تو چرا نفهمیدی من که گاوم تو مشکل چیه <applause> <applause> فکر کنم با فرمون برعکس 180 درجه برعکس دو ساعت رانندگی کرده تا بهش بگید چرا فرمون برعکسه او من تو ماشین وارد چم میفهمم این مثلا ثانیه که بشن چرا فرمون برعکسه چه جوری یادم بعد انقدر دنیا به کیرش بشه که دو ساعت بعد بفهمه خدایی دروغ نمیگم چرا اینجوریه <applause> من تو جون ما در خطر گذاشتی دوستت نفهمیدی اما <applause> سلیه تیکینگ داشتی فکر کنم هیچ وقت هم نگفتی گفتی یه کاری بکن دیت اول که می دیت دوم که می دیت سوم لب میگیری اون تکنیک چیه تکنیک یادم آره آها نه اون که با سپر زب زب میکردیم یادم نمیاد خود همون ویدیو باید باشه دیگه تو اون توضیح داده نه نگفتی تو اون ویدیو من منطقه نسخ همون تهوریه هم خواستم استفادهش کنم نمیدونم <تصفح> فقط <تصفح> به خندونی و پر رو باشی لب رو میده دیگه اصلا هیچ دختری نیست لبه رو نده من تا نشده من واقعا هر کی باشه لبه رو میده تا فقط در روز اول با آدم باش در روز برو لب بگیر فقط برو لب بگیر هیچ دختر نمیگه نه چون اونم میخواد رو... من اولین بار خب بستگی داره بعد بگی پسر نه دختر دیگه اصلی اون که رفت خب پس دختر اصلی بازم دوتا بوده یکی به زور یکی بی زور به زور قبول نیست آکه پس سومین باری که انجام دادم به یه دختری بود به اسم که از ایتالیا اومده بود نه چه می دستم هم زنده خیلی هم احساس بدی بود یعنی من که رو بچه ای کردم ولی چقدر بود بالا <laughs> آره بگونم بده دیگه بس خوزی چه ده دو یه سه ماما راست کاری کردی ولی چه مماهایی داشت حالا رفتیم با امیر حسین همین ویدیو هم اسم امیر حسین رو میشنمید چون دوست سمیم بود ما همه جا با هم بودیم بعد من چون خواهرم وقتی من چهار دستانم بود از ایران رفت من یه بچه تک شدم بعد یه هر جا میخواستیم بریم من میگفتم آقا مثلا به جای خواهرم امیر حسین بیاد دیگه همیشه جاشو داشتیم هیچ کسی بهونه بیاره واسه همین دیگه امیر همه جا با ما می منم هم با امیر همه جا میرفتم بعد رفتیم یه دونه کلار رسیدیم اونجا بعد یه دخترا دویدن طرف ما بودی این 16 اولیش 16 بود اولی سومی تکنیکلی ولی اولی شما <Asheuten> <applause> بدون بدون بعد <آوکه> با همه رسیدیم شمال کلاردش بعد یه دختری دارم میدان طرف ماشین حالا من یه شانسی که داشتم تمام دوستای مامانم دختر داشتن یعنی مثلا اگه مامانم با سی تا آدم هنگاد میکرد این سی تا بچه هاشون دختر بود فقط من <applause> دقیقا برعکس منه آره <applause> فقط ما دختر بعد انقدر دختر زیاد بود دیگه من حالم به هم میخورد واسه همین همیشه شد امیرشون رو خودم که یه پسر باشه دو تا کلام ما هم حرف بزنیم با هم حال کنیم برای همین ما همیشه پسر رو با هم رسیدیم اینجا و یه دختر رسیدن در ماشین یه دختر هم من نمیشناسم و دختر در ماشین باز کرد من جمعه کرد گفت این سوهیله که همه میگفت این سوهیل بعد دخترم بهش گفتن آره من این که اصلا خوشگل نیست و رفت و من اینطوری بودم چه اتفاقی داره میفته من در ماشین باز کمی که رید به من رفت چرا من چیا کردم الان بعد دیگه من سیخ کردم برای این چون این حرف من زده بود یه خلاصه ساعت و درد نیانم یه سه روز تو رو کلالش بودیم از کلالش رفتیم خانه دریا دیگه تو خانه دریا دیگه ما فرار میکنیم میفتیم بغل ساحل و دودل بازی میکنیم ما هم دیگه تا دیگه ما هم چیز شدیم بعد گفتم چیه داستان این مثلا همه تعریف کردن که آره یه پسر داره خیلی خفنه خیلی باله و همه میخوانش و فلان بسار بعد تو که اومدی به اصلا جالب نبودی گفتم از کوچه چرا الان دارین جالب نبودم بعد دیگه خلاص حالا تموم شد بعد حالا ولی ما هیچ کاری نکردیم توی این سفر چون که نه جاش داشتیم نه وقتش داشتیم اینا فقط با هم لاودو میکنیم حالا این سفر تموم شده ما داریم برمیگردیم تهران من ش... شق تو سق واسه نمیدونم جمع کنم که ببین گفتم که نمیشه دیگه ماشینم نشسته بودم تنها امیر حسین کجا بود تو این سناریو من نمیدونم داستان چیه ولی در صورت من که داشتم اونجا برمیگشتم پشت ماشین نشسته بودم زده بود بالا دیدم نمیتونم آقا شروع کردم زدن <applause> زدم و بعد تو جوانی هم دیدی بو گوه میگیره همه خونه سلام یه <applause> آره اون بوه همه میرسه بالا این سلام یه بادر <applause> <applause> و پنج سیو که رحم میکنی دیگه بو نداره ولی تو قبل از اون انگا مثلا اتکلان داری خالی میکنی اتکولان های هست که مثلا تو تلیش میفروشند و اسمش مثلا میگه بو جیو میده بو جوراب میده و بو گن گرفته بود و حالا من پشت ماشین خوابیدم آب فلان رو شیکم بوی گوه تو ماشین و من... آره بعد دارم میگم من چه گوهی خوردم من چیکا و عبا چجوری الان توی میان بیرون بعد گفتم که ماما دستمال میدی ایران هم دستمال ماشین دیدی اینقدر یه این دستمال کچولی در داد به من آره دستمال رو زدم مثلا قیب شد حل شد تو آبا بعد گفتم که ای بابا ما یه دستمال دیگه بده بعد یکی دیگه داد بعد گفتم ما یه دستمال دیگه بده بعد گفتم یه جو دستام براش رو پر کرد عقب گفتم واو چه خوب شد 20 تا کشیدم بیرون رو تمیز کردم بعد یه بوه داشت مثلا انفجار بود گفتم که خب بذار پنجره رو باز کنم که یه هوایی عوض شه اینا بنوزم بیرون ببین من فکر میکنم فهمیدم برون دعی بردن دیگه چون نمیشه نفهمید چون ماشینو رو با گن ورداشته بود یا که شاید اصلا شاید آخن... واقعا برنگشتن ببینن چی کار نه بعد تازه زایی این بود که وسط این بوگو فکر کن یا من میگم میشه دستمال بدی یعنی اگر شکمکی هم داشتن با سوال دستمال که فهمیدن داستان چیه ولی خب اصلا فکر کنم من دارم رو اندیم میکنم بعد پاشا پشت ماشین جق بزنه من رو رونم چی بهش بگم تو بگو چی میخوای بگی نه خوب میتونی بگی دستش چی نمیتونی بگی نه میتونی بگی آفرین پسر هم نه بگی خاک بر سرت پسر تو فقط بعد چیز کنی که من اصلا نیستم تو این داستان این اتفاق نیافتاد خلاصه دیگه زدم و پاشینم میرم بعد دیگه اومدیم تهران با دختره دوست شدم بعد یه رفیق داشتم که نه شب اولین بار توتا خودم بود داره تو خونه خودم بود بعد گفتم که مقانم رفتم مهمونی به اون گفتم بیاد و خیلی هم فیلمی بودم بعد بهش بگو بهش میگفتم بگو میخوای من باهات چی کار کنم بعد میگم مثلا من میخوام میگم نه بگو چی کار میخوای باهات بکنم بعد بالاخره انقدر پرسه مجلسن گفتم آقا میخوام فلان تو تو فلانم گفتم که اوکی <تص> آقا بادم رو کردم تو پرتغاله اصلا مثلا پنج سنی دنیا یه وایست داره مثلا باور کنم که چه اتفاقی داره میفته و دقیقا دارم گفتم خار جق و گاییدم خار دست راستم و گاییدم این همه سال ما رو اسکول کردی کردیم این داستانه اصلا نمیدونی این ور با اون بچه چه داره اصلا دوتا. گرماش آره اصلا واقعا باور کردنیه چقدر جالبه بعد دیگه گفتم که بله این اول ما بود بعد عاشق این دخترش شدم دختر عاشق من شد قرار بود یه ماه بگر ایتالیا عوض که پروش شد. سه ماه مون بعد سه ماه رفت من سه روز تا خوابم نیومدم بیرون فقط گریه میکردم بعد شب و ساعت مثلا 11 و 12 خونه میرفتم بیرون تا هفت صبح پیاده راه میرفتم و هفت من خونه دو, دو تا دو گریه میکردم تو شب اصلا نمیدونم چه سفر کاری بود حالا با هم دوستیم اتفاقا ما هم حرف میزنیم مثلا سرمدی که میکنیم ولی خب چون هیچ وقت با هم اهم جدا نشدیم یه دوست دختر که هیچ وقت با هم بریک نکردیم <applause> کن رفت ایتالیا منم اینجا بودم بعد با هم چمق زنگ میزنیم بعد مال هم کانادا با هم زنگ میزنیم بعد من جاکش یه دختر یه پیدا کردم بعد همین داستانه بسه اون اتفاق افتادی دیگه یا او اوه من اینو دوست دارم حالا بعد اینکه دیگه بهم زنگ زد گفتم که من دوست 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 پسر دوست پیدا کردم اگر میخوای واسه خود دوست پسر بگی دیگه ولی <تصف> ما هنوز با همیم یعنی اگه تو falo سو بیای کانادا من دو تا خرما میندازم اونم گفت قبوله مثلا هنوز تو اون داستانیم ما تکنیکلی انم بیاد با بگم اونا بره بیرون میگم دیگه قل مردو بعد این اسمش چی همون سویی اسمش شینز چیه عشق نیست دیگه این همش کیمیکالات تو مغزت که تو رو گول میزنن که تو اون چیزی که عشقی رو بهش برسی که بری بکنی نه الان دارم بیاد من میگم نه النا رو وحشتناک دوست دارم نه به خاطر عشق به خاطر کسی که هست یعنی از نظر زنم مادر بچه هم پارتنرم بیزنس پارتنرم خی... فکر نمی کنم بتونم قوی تر پیدا کنم ولی اگر بتونم قوی تر پیدا کنم بچه نذاشتم احتمالش بزنم برم ولی الان که بچه دارم دیگه نمیتونی آپشنشو نداری چون مهمه که مادر بچه بازدار بچه باشه خیلی بال بود دو و... مثلا 16 بود ایران بودم بعد دوستم یه بش... ماشین بنز خریده بود مال 2015 کسه خار خیلی خفن و به سال کانورتبل از این حرفا بعد خب همه پا میدادن بهمون من جیدو خیلی... چراغ قرمز واسطه بودیم با این بنز 2015 رفیقمون سالم 2015 است بعد یه دونه عین همین بعد چیزی وارد نشده یعنی همین الانم هم کسه خار ماشینه چه با بعد هم موقع ماشین اومد بغلش وایساد عین خودش بود کپی حتی رنگش هم یکی بود و شیشه کشید پایین مثلا فکر کنم خواستم مثلا بگه ماشین باحاله اونم بگه دمت گرم یا مثلا ماشینشون یکیه چه کشید پایین گفت ماشین چه سالیه بعد گفت 2015 گفت مال من 2016 است و شیشه کشید بالا هیچ اخی صحنه یادم نمیاد که گفتم یعنی بیای ایران زحمت بکشی ماشین رو بخری هنوز کوچاره علی کی میاد میبینه بهت که مال من بهتره تو <applause> هیچ از خیلی کس باشه چند مالند و بشیم اون زست کیرم مادر جنده خیلی ایران عقده ایه واقعا ای بودن ایران من تو هیچ جای دنیا نهیدم اصلا یکی که من دوست نداشتم دیگه آخرش میام ایران همین بود خیلی اقده رو وحشتناک میدیدی و مثلا میگم اگه من یه ماشین بنتلی دارم به همه میگم تو درک وارد میشم میگم میدونی سلام خوبی شما اسم شما چیه علی من میدونستی ماشینم بنتلیه بعد من از این موضوع خیلی بدم میومد که مثلا من چرا الان بفهم تو بنتلی داری من دوست داشتم که میدونه آبجو بزنم برم من نمیخوام با این فکر مشغول بشم که او این خاکوسه با بنتلی اومده که تو ایران اندازه مثلا 5 تا فراری قیمت داره بعد منو ناراحت میشه یعنی منم اون عقده رو من تاثیر میذاشت عقده منو میورد بالا و من گفتم من من, من که از کانادا اومدم و از من خود چرا الان بعد عقده ای بشم این بعد وقتی که پول دیگه تو ایران چی بس داره میاد که انقدر مثلا حسودی میکنن چون وقتی هی نشون بدی خب مردم حسودی میکنن من نمیدونم همسایه ماشینش چیه ولی ماشین داشته باشه هر روز بذاره تو خیابون واکس زنه خوشگلش کنه زورش هم کنه خب من میفهمم ماشین خفن داره بعد یواشاشم گفتم مثلا بچه‌م حسودی کنه که چرا ما ماشین خفن نداریم <applause> تو اینا اینش خیلی عجیبه خب پس آقا داستان این پادکست این بود که سوبر باشیم یا نباشیم صد درصد نباید باشیم بگرنه با یعنی 18 سال نه با کسی با باتون حرف میزنه نه کسی بهتون پا میده اصلا فقط با دادم چیز باشه یعنی هر چقدر بیشتر شوقی کنی هر چقدر زندگی و فام بگیری نفته البته فان کسکره که خیلی زیاده فان درستابی هم فام باشه هم کارتو بکنی همه چی درست میشه آره دقیقا زندگی به نظر من تو اون سن باید باشه 80 درصد کار 20 درصد فان م. یا حتی 85 15 85 15 خیلی بهتر آره بعد <تصفح> یواش یواش که به 25 سالگی میرسی 26 سویچ میکنی یه خورده فانو میاری بالا کارو کم میکنی چون اگه درست کار کرده باشی دیگه لازم نیست انقدر زحمت بکشی. بیقا. سی هم دیگه میری یا آلا... میکنی می سی 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 یعنی سی در... میشه دختر سی میشه کاش سی میشه تفری حالا سی و سه و سه فعلا نوزده. <applause> مونده تا آره دیگه, دیگه دیگه یعنی ولی الان تصمیم زندگی تو الان میگیری تو تمام زندگی هیچ وقتی که نباید این... نخواهی این انرژی رو که الان داری و داشته باشی یعنی مم. یه پسر 19 ساله میتونه تو یه روز اندازه ی... چهار تا مرد چهل ساله کار کنه چهار تا به این فکر کنید باید. یعنی هر،, هر سال چهار سال ارزش داره اگه دو سال زیاد زحمت بکشی انگار هشت سال کار کردی دیگه. تو سن 18 تا 20 اگه سک کار کنی انگار الان بیست و هشتی بدونی که بیست هشت بشی من این کار کردم دیگه من وقتی... همون یه موضوع دیگه من نه نه بگو همیشه راجب دین و صحبت میکنی ولی مثلا تا جایی نده مثلا در مورد پس از مرگ صحبت کنیم پس از مرگ وجود نداره هیچ اتفاق نمیفته فقط میمیری یعنی چی خب؟ پاک میمی... میشی پاک میشیم کلا آره اصلا هیچ وجودی ازت نداره هیچ نو هیچ چیزی نداره فقط بدن نه 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 با مگه بچه شدی چون دین میگه وقتی بمیری یا زب میری برزخ یا پیش خدا یا فاکین جهنم یه جای انجام میگه دیگه خب وقتی دین این کوسچرا رو گفته اون موقع کسی میمرد میمرد تموم شد دیگه از اون موقع دو سال 2000 سال گذشته الان کسی میمیره برمیگرده خیلی موقع بعد از دقیقه هفت دقیقه نمیدونم فلان قد میره تو کما به سال اتفاق متفاوت میفته که آدما میمیرن خط قلبشون صافه میان روش میگن یارو سه دقیقه مرده بود اون مغزش پیدا نرفته باشه خب چه شده این درسته ندارن به میگم اینایی که میمیرن برمیگردن چرا هیچ مموری ندارن بعد یه سریاشون میگفتن که آره ما نور دیدیم فلان دیدیم به سال دیدیم از تخت اومدیم بیرون خودمون از بالا دیدیم دیدیم شما رو اون کار میکنین این حرفا بعد اینا که زیاد میشنن میگن خب یه تست انجام میدیم روی اون چراقی که استفاده میکنن نور بندازن روی مریض بالاش یه عدد مینویسن و هر کی که میومد این کوسیو رو میگفته ما رفتم بالا میدیدم بالا تخت رو من کار میکنین بهش میگن خیلی خوب اون بالا یه دونه عدد ما نوشته بودیم با یه رنگ یا رنگ یا عددشو به ما بگو بعد هیچ کسی هیچ وقت نمیدونست این عددو پس همه واسه خوشون توهمشون ساختن که آره ما رفتیم بیرون و بسار خب پس بس این پروف میکنه که هیچی نیست دیگه اگر چیزی بود چون ما چرا داریم میگیم این چیزی هست چون یه کتاب هست به اسم کوسیو قران توی این گفته که این اتفاق میفته خب حالا که الان یارو میمیره یه اتفاق نمیفته پس نشون میده گسیره دیگه اینجوریه که ما انتظار داشتیم این بعد انتظار الان به فکر خب پس یه چیزی باشه نه قرآن سپسیفیکلی گفته وقتی میمیری میری, میری اینجا همون ثانیه نه گفته ده دقیقه بعد وایسی تو سر چی بری گفته نه میمیری یه زب اونوری هستی که من یادم وقتی بچه بودم یکی از آرزومان بود بودم خدا کنه برم برم, برم حس یا نه اینقدر دوست داشتم که بفهمم حس یا نه باهم نمیشد بلکه بزرگتر شدن از از که رفتن اومدن خیلی تجربه دارن <تصفح> کجا رفتن اومدن نور نیست <تصفح> نه هیچی <تصفح> ندارن چون هیچ کسی نیست یکیشو نشون بده یکی رو بیار یه دونه مقاله راجع به یکی بیار مقاله نیست خودشون بیشتر خودشون کوسچه میگم میگم اونا که میگفتن یه عدد گوشن هیچ یاد ببینه همه دوستان داستان بگن الان آدم هستش که قسم میخوره که شب ایلیان برده انگاش کرده کونش ازش انگ سامپل برش آدم ق... آدما زیاد میگن یه زمانی بود من چند سال پیش بود میگم 20 سال پیش بود اخا بیدار میشدی یهو مثلا اومده بودن یه دایره توی مزرعه مثلا گندم یه دایره رو زده بودن بعد بالا که کردیم میکنی یه دایره است با چند تا مثلا فرم دیگه بعد این دایره دوشنبه وجود نداشت مزرعه دا دوشنبه میخوابه سه شنبه که صبح بلند میشه یه دایره گنده مثلا شعای مثلا 200 متر میکشیدن تو، توی مزرعه خیلی خیلی بزرگ بعد همون شب همین اتفاق تو استرالیا میافتاد تو آمریکا میافتاد تو ژاپن میافتاد تو افغانستان میافتاد پس اخبارا مینویش کی این کارو میکنه فقط میتونه الین باشه بعد چند سال فرنده که چند تا آدم مریض با هم جمع شده بودن این کارو میکردن به نظرشون جالب بوده قرار میذاشن که آقا امشب میریم میکنیم جا رو انتخاب میکردن طرح رو انتخاب میکردن شب اونجا شعاب میکردن این کارو میکردن میرفتن <applause> میدونی یعنی ببین مردم کلا مریضی دارن که بخوان یه چیزی نشون بدن و که کم بریزن از این حرفا واسه همین حرف مردم ان نمیارزه خب هیچ چی نمیارزه خب به نظرم این که این اخلاقو داری ما با این باور خیلی میکسنس میکنه که اینقدر مثلا راحتی و هیچی مهم نیست آره چون میگم همین دیگه الان مثلا میخوای بگی بهش و جهنم ما الان تو این زمینیم به عنوان بهش و جهنم شما تو بهش ما تو جهنم آفرین دقیقا پوینت هم همینه یعنی اگر تو کار خوب کرده باشی زندگی قبلی دیگه میخوای بارش این الان جوابته اگه زندگیت کیریه تو جهنمی اگه زندگیت خوبه تو بهشتی و قشنگه این بهش و جهنم اینه که تو میتونی تو بهشتش به دنیا بیاید انداب کنی تو جهنم یا میتونی تو جهنمش به دنیا انداب کنی تو بهشت این تو همینجا بهت شانس میده میگه که من تو رو به آوردم توی خانواده تخمی بی سواد مادر پدر مذهبی غیر منطقی غیر آقل. ولی تو درس تو میخونی زحمت میکشی از طریق اینترنت اطلاعات جمع میکنی انگلیسی تو قوی میکنی بعد از طریق حالا یه چیزی یه جایی پیدا میکنی یا مثلا میگم یه کار میگیری به عنوان ادیتور برای یه نفر تو کانادا خب پولت میره بالاتر نسبت به که همچین چیزی رو نداره و و خودت پیشرفت میدی و چند سال میگی از کشور زدی بیرون داری تو بهشت زندگی میکنی یعنی این خیلی تر از اون بهشت دروغی هستش که توی قرآن مثلا آخه ولی یه از هم با آدم میته حالتی آدم اینجوری خوش قانه تر میکنه که مثلا یه دنیایی هم وجود داره آره میفهمم ولی خب قشنگ نیستش که تو احتیاج احمقت کنن تا چیزی رو خوب ببینی این من با اون با اونش مشکل دارم که بیایم به من کوچه بگین که من حال کنم خب چرا به قول ایرانی مثلا مگه بچه ای میگم مگه بچه ای چرا به من بگیم که خوشحال بشی حقیقت رو بدون دیگه حقیقت اینه که ما اینجا ایم چند سال هستیم زندگی خوب میکنیم میریم چیه این غیر فهمیدنش نه با یه دلیلی داشته باشه چرا الان پرنده ای که صبح خوردی مرغی که کشتی الان انتظار داری مرغ تو بهش باشه یا جهنم بعد میگه پرنده ها که نمیدن تو ما چقدر راحت برات سری یه حیوان دیگه رو بگی اون بهش و جهنم نداره ولی برای ما خیلی غیر عادیه بهش و جهنم نداره بشه. چه فرقی داره مثلا نمیفهمم اینو یعنی آدم دینی چرا نباید بگه نه گاوم میره بهش هم میره بهش, بهش، خرگوشا میرن بهش چرا که نه ولی میگه نه اونا کس گو خوردن اونا میمیرن پاک میشن هم همه چی طبیعیه ولی ما نمیتونیم پاکشیم ما حیف پاکشیم خب چرا من نمیفهمم چرا به شما مثلا این ظلم ها این مثلا همین دیکتاتوری که ما هستیم توش این ظلم ها باید یه جا بالاخره جواب داشته باشه خیلی آد... از آدم ها مثلا این همه ظلم میکنه آخر سرم هیچی نمیمونه تو خوبی و خوشی زندگی میکنه آره. همه آره. آدم هم کاراش نمیدن تو همین دنیا نه دارم میگم اصلا پس دنیا. دنیا وجود نداره یعنی هر کاری کردی تو همین دنیاست هاش عشق کردی عشق سرویس کردی سرویس کردی به توهم باور کردی وقت تو تلف کنی بری پول رو جمع کنی بری مکه دور یه سنگ بچرخی بعد بوت پرستی ایج. نکنیم این اصلا تو منطق اونها کن خارکوسی گفت آقا بوت پرستی اشتباس بعد گفتن حالا چیکار کنیم دور این سنگ بچرخیم فکر کنم گفتی بت نه این بوت نیست این چون نه کن شک پی نداره بزرگم هست خب بوت مصد مربع گنده است چه فرق داره با عکس مثلا یه اولاق که ما میپرسیم قبلا نه اون بت پرستی اونو فقط احمقا میکنن ولی آدم عاقل اینو میکنه بعد 2000 سال بعد اوکی خب کیرم تو نه نتون یعنی چی اوکی این چرا یکی نمیدونه این کار احمقانه است یعنی دین خود کیریت میگه بت پرستی نکن بعد واسه اینکه به دینت میخوام به نشون بدی من با تو هستم میگه که بیا بت پرستی کن بعد این آدم مسلمون چرا نمیبینه من نمیفهمم این من خیلی دید خاصی دارم یا خیلی آی کیو بالاست که نمیتونم بفهمم تو واقعا نیست من توضیح بده من ادم من آدم خارجی ام تا تو نفهمیدم میام اسمو میخونم میبینم که محمد اومد از بت پرستی استاب که اگه بچه کسخل سنگ رو نپرستین سنگ دروغه خدا واقعیه که تو ابراس بگونه خب چجوری به خدا بگیم ما دوستش داریم دور این سنگه بچرخین خب ما که دوشیم دور سنگ میچرخیدیم نه 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 اون کسچره این واقعیه اوکی و همه قبول کردن و در عربستان نشسته داره پولشو همیدوشو. الان آره بعد الان آره آره عربستان چه داره پولشو قلب میخوره اش میکنه میگه دم این آدمای احمق هم که به ما پول میدن و من این رو هرس میده که آقا ایرانی تو ایران داره به گا میره به زور پولشو جمع میکنه بره اونجا که بشه حاجی یا مشتی و کیر کست مادر احمقت کنن که کشور خودتو نمیسازی به دنیای خود نمیرسی الان دیگه هیچ خبری نیست یعنی همه چی الان به در برد. ما همین جایی که هستیم ما نارمک میشینیم بعد نارمک هم یک شلوختر از نارمک نبود تو همه محله های تهران اصلا کل ایران یعنی ما اصلا چون میدون به میدونم هم هست خیلی شلوغ میشود الان هیچ خبری نیست ببین منطقیه چون نگاه کن ببین تو تو کانادا که قیام نکردی دولت پپه مهربون انسان دوست تو داری با یه دولتی دین میکنی که خودش اصلا شروعش با دزدی و کسافتکاری شروع شده یعنی یه کشوری بوده سالم بوده به مردمش میرسیده قوی بوده بعد بخاطر اینو خراب کنن آمریکا و آمریکا و انگلیس میان خمینی پوش میکنن مردم هم علاق هم میزن تو خیابون شاه هم شاکی میشه میگه کس نه تو اینقدر من میزن میرم ببین چه برای سرتون میاد اون هم میذاره میره بعد کشور رو اینا میان میدوزدن ها یه آدم میان کشور رو میدوزدن بعد خودشون دقیقا میدونن که چه جوری دوز دیدن خودشون دقیقا میدونن که اگر اون روز این یا رو در اینو باز نمی کرد اون در رو میبست ما بگا بودیم اینا دقیقا خودشون میدونن که اگه شاه میگو آقا اینا باید بمبارون کن همه این خاکستا رو چون اینا دقیقا میدونن موضوع 200 سال پیش هم نیستش 200 سال پیش هم بود جدید بود آقا. چون هر روز کتابشو میخونی یاد میگیری موضوع اصلا کتاب لازم نیست یارو زندگی کرد اون که الان تصمیم میگیره امروز این کار کنه خودش این کارو کرده آقا مگه اون روز فلان کسا که نکشته بودم بعد اون اومده بود اینو کشته بود الان ما اینجا نبودیم پس حواستون باشه برای همین خودشو همه چیون میدونن این یک دو سوریه که بغل اینا در واقع دوباره همین آمریکا و انگلیس تصمیم گرفتن بگاننش ایران اومد جلوش وایساد گفت نمیذارم بگانش یعنی همون کاریه که با ایران کردن با عراق کردن با افغانستان کردم میخواستن تو سوریه هم بکنن ایران نذاشت تو سوریه رو بکنن یعنی یه نفری یه کشوری واسه تمام دنیا دست به دست دادن که سوریه رو از پا در بیارن ایران گفت نه من نمیخوام سوریه از پا در بیاد و نتونستن از ایران بکشن بیرون واسه همین یه امتحان و تست مشتی هم تو سوریه انجام داده پس خودش اصلا با دوزی و کسکشی اومده بالا یه بارم دوزی و کسکشی رو آپدیت کرده تو سوریه الان توپ آماده است بعد سوریه کشور است بعد لشکر میکشید میرفت توی ایران خودشه تو سوریه آمریکا بهش موشک میتونست بزنه عراق و فرانسه و هر کشور دیگه میتونست یه کونی بده تو ایران هیچ کسی دیگه نمیتونه دخالت هم بکنه واسه همین اگه تو بهش بخونی بشی عقلی فکر کنی واقعا سخت دولت تو از ایران پس بگیری یعنی به از کسافت کاری وحشتناک هیچ راهی نداری بابا الان ما یکی از دو تا از دوستام رو گرفتن هنوز ما نمیدونیم چی شدن دو تا از دوستایی که با هم رفتیم باشگاه هنوز خبری ازشون نداریم آره بعد تو خود میدونی دوستا های معمولی بودن یعنی مثلا یه آدم مثل خود بودن دقیقا یه چیزایی بهشون بستن خب برای همین چون قانون که نداره دیگه دادن پایت من همینه تو خونه خودشونه یه کوچه این میگه اون یکم تایید میکنه یه نفرم میاد میگه منم دیدم میزنن توش میره و وقتی اینجوری دارن میرن جلو دارن همه رو میگن واسه همین تو این طریق نمیتونی بگیری تنها طریقش که ارتش بیاد به سمت مردم اینا اینم چهل سال پیش دیدن که آقا اگه ما عطا شاد دست بدیم به میریم چون همونجوری شاه به رفت پس بیا یه کاری میکنیم ما چند تا ارتش درست میکنیم یکیشو میذاریم سپاه یکیشو میذاریم بسیج یکیشو میذاریم ارتش اگه یکیشون کنداد اون بغره میذیم سر اون خود اینا اینو میدونن میگه اوکی آقا من میخوام با مردمم مثلا من ارتشم میگه من با مردمم ولی من میدونم اگه من اینو اعلام بکنم فردا حاج آقا و حاج آقا و حاج فتوا میدن به اون و اون و اون اونا میریزن سرمون واسه همین من نمیتونم اینا رو از هم جدا داشتن که سوتی عذاب در نیاد واسه همین من داشتم خیلی به این موضوع فکر کردم ایرانو با انقلاب نمیشه گرفت بابا میگه اشتباه فکر میکنی میگه نه مطمئن باش این اتفاق میفته ولی من گفتم بابا من من نمیتونم اینو ببینم نه بخواد اینکه مردم ایران بیارزن ولی به خاطر اینکه دولت ایران کسیفترین و قاتلترین دولت دنیا الان و 44 سال مندار خوش آماده میکنه که این دولت ازش نگیرن تجربهش هم تو سوریه نشون داده که خوب بلده چیکار کنه چون تو نگاه کن آمریکا مادر تمام کشورهای و گایید سوریه تو لیستش بود نتونست بگادتش کشور به گار الان ولی اون چیزی که آمریکا میخواست نشد آمریکا میخواست رژیمش رو عوض کنه که یه کار کاسی دیگه بیاد که شروع کنه بره بازسازی کنه توشو پولاشو از پول در بیاره منابعشو بدوزه در موقع ولی نذاشت تنها کشوری هم که جورج ایران بود همه دنیا گفتم ما میخوام سوریه رو ولی من واقعا فکر نمیکنم کسی انسانی بتونه ایران از در بیاره من امید دارم بود که مثلا خامنه ای به عقل بیاد مثلا من نمیفهمم نه من من سوالم اینه که اگر الان مثلا ما نرمال باشیم چه اتفاق بعدی میفته مسجدارو رو کسی بوده خراب کنه خامنه و ولش و اینه ای ولش اینایی که مثلا بیشتر طرفداری میکنن رو بعد بیای ببینید مثلا میبینه طرف مثلا همسایه ما طرف. مثلا میبینه تو محله ما دارن مثلا بچهای همسن سال بچه خودشونو میزنن بازم داره طرفداری میکنه بازم گردنش میزنه بیرون نمیدونم اونو نمیفهمم ببین احمقیت همیشه هست خب اینجام هست این خیلی جالبه مثلا نمیتونم بفهمم چرا باید احمقیت وجود داشته باشه که چیزی که واقعا بچگی واسم سوال بوده ترافیک ماشین ثابت میکنه احمقیت انسانو چون اگه انسان همه یه ریتم رانندگی یاد میگرفتن که نورمال بود ترافیک ده. به وجود نمی هیچ این فکر کنید هیچ جای دنیا ترافیک نباشه این مم. واقعا از این چیزی دو تا داره این این آرومش میکنه این تندش میکنه انسان نمیتونه اینو فیگرات کنه وقتی چرا قرمز میشه بعد وایس ماشین جلوی را بیفته ازش یه دور بشه تو پاشا رو ترمز کنه. خب مال اجنده تو که چرا قرمز سبز شد چرا تمام آدمای ماشینا همون سایه پاشا رو ترمز ور نمیدارن که همه ماشا با هم شروع کردن رفتن جلو نه ماشین اولی باید بره این باید ببینه پاشو ور داره. بعد یه خورده گاز بده بعد همین کار ماشین دو ماشین سه ماشین چهار ماشین پن ماشین هفت داره سرش کوس که چراغ صد و چه نمیره چون همه الاغ انسانیت آقا اولاغه من نمیدونم چرا ما همه فکر خیلی باهوشیم به نظر من ما یه حیونی هستیم که شانسی باهوشتر از حیوان قبلیمون شدیم به یه خورده ولی چون تونستیم از اون آشپزخونه و چراغ و تلفن بسازیم میگیم خواه کنید ما خیلی باهوشتر از میمونیم نگاه کن میمون نمیتونه بکنه ولی ما به نظر من اونقدر باهوشتر از میمون نیستیم ما همون میمونیم خب به نظر من میگم ما یه حیوان فقط یه خورده خوششانستر و باهوشتریم حالا که ما یه همچین حیوانی شدیم میتونیم واقعا لذت این چند سال اونو ببریم ما واقعا زیر درخت باشیم بارون بیاد سردمون باشه برف بیاد یخ بزنیم خرس و پلنگ حمله کنه الان به جاش میشیم تو خونه من یه خونه ای دارم که مثلا توش سی نفر میتونن زندگی کنن ما چند نفر توش زندگی میکنیم بعد من میخوام خودم رو گرم کنم نمیدونم یه کاپشن بپوشم یا یه دستان بگم جلو بخاری یه دکمه میزنم کل خونه رو گرم میکنم که من کسکش میخوام گرم شم یعنی ما به یه لول رفای رسیدیم که پادشاه ها آرزوشون بوده بهش برسن و ما الان تک تکمون داریم من به, پادش... ما به پادشاه به عنوان پادشاه بهتر زندگی میکنیم به عنوان پادشاه بهتر میخوریم به عنوان پادشاه دکتره بهتری به اون رسیدگی میکنن به عنوان پادشاه بیشتر کس بازی میکنیم یعنی یعنی هر تو پادشاهی تو کل دنیا بری اخا بیدارش کنی بگی ببین زندگی منو میگه مادرتو تو گاییدم من حاضرم یه دست نشم زندگی تو رو داشتم پادشاه پس ما الان تک تک اون داریم مثل پادشاه زندگی میکنیم ولی همه ناراضی همه خستن همه ناراحتن همه شاکی هن. این اصلاً, اصلا من نمیفهمم که آخه چرا چرا ما همچین بشر کیری هستیم چرا ما موجود تخمی هستیم اولاغا رو میبینی تو مثلا جنگل دارن میدونن خوشحال بارون میاد سردشونه گوزنه بچهش شکار میکنه همون موقع گرگ میاد میخوره یارو دو هفته ناراحت تموم میشه میره میبینی حیوانات دارن زندگیشون خوشحال چجوری ما ناراحتیم ما چجوری اصلا حق داریم ناراحت باشیم وقتی تک تک اون داریم مثل پادشاه قدیم زندگی میکنیم چرا فکر میکنیم که ما بیشتر لازم داریم چرا از اینکه داریم خوشحال نیستیم پس این نشون ما یه آدم کیری هستیم یه موجود تخمی هستیم پس تا وقتی که نتونی اینو بفهمی راجع به خودت و خودتو سعی نکنی لذتشو ببری هیچ وقت زندگی لذت نمیبری بهشت هم وجود داشته باشه همین گوه رو اونجا میخوری یعنی همین اونجا هم خواهی بود آدم بیشتر فراموش میکنن چی داره؟ اینم ایست باشه که یاداوری کنه این درسته این خیلی درسته من مثلا خودم تو ونکوور که هستم خسته میشم ولی وقتی میرم بیرون برمیگردم اصلا دور ز اول میگم مگه میشه اینقدر زیبا باشه مگه میشه چنان خوب باشه و ام. کار سختی نیست واقعا بیا نگاه کن هر روزو به خود ریماند کن رو در اتاقت بنویس خب آقا من دیگه سرتون درد بردم نمیخوام ویدیو بالای دو ساعت بشه برای اینکه برای 2 ساعت بشه بعد دو تا ویدیو پول بدم خیلی حال دارید اگه چیزی سوال سوالی خیلی خوبی پرسیدین بهش و تو خیلی حال کردم اگه سوال چیزی داری بهم بگو اگه نه من برم بیدن یه پادکست بعدی من مهمونش هستم البته من سوبرم. و الان همه تو کامنت ها میسنین که خیلی صبر بود نه خوب بود بیشتر من زر زدم اگه فکر کنیم من فقط زر زدم و نه اتفاقا خوب آخوان دفعه اول همه کلن برای پاکست و اینا مثلا تجربه اول همه این مودلی هم همه چی خوب بود من خیلی خوب سوال خوب برسیدی من اینگیت شدم حال کردم من فکر میکنم برای وکسی که ما رو نگاه میکنن اینا میخوان خب برای عزیز دیگه لطفا نظرتون رو کامنت به من بزنین لطفا خواهش میکنم اگه کامنت زحمت کشین گوشین بعدش یه انگلیسی بزنین لایک، like, لاوت، great. یه چیزی که یوتیوب فکر کنه ما خیلی باحالیم دو, تا دیگه رو کامنت کنه دو نفر بیشتر ما آگاه کنیم دو نفر بیشتر بخونیم تو زندگیش خوشحال کنیم خودش بیشتر باشه راحت زندگی کنه ما بردیم من تنهایی نمیتونم این کارو بکنم واقعا کمک لازم دارم شیر لایک ساب کمک شما میتونید به من اگر هم نکردین دمتون گرم دولتون هم میبوسم به تخمتون هم نباشه قربونتون روزتون بخیر